در هامبورگ بزرگترین بندر انتقالی آلمان سالانه انتقال 8.5 میلیون کانتینر تجارتی اداره می شود. تقریبا یک بر سیوم حصه این اموال به چین و برعکس از چین به آلمان انتقال می یابد که چهار برابر ایالات متحده می باشد. بیجنگ به زیر بناها این بخش عمده آلمان چشم دخته است. کاسکو شرکت کشتیرانی دولتی چین می خواهد یک سیوم سهام را در این بندر کانتینرها خریداری کند. مالکین و شاروال بندر همبورگ که از این معاملات حمایت میکنند میگویند که این مهم برای رشد هامبورگ حیاتی است اما منتقدین میگویند که آلمان بایستی محتاط باشد در چین برنامه های تجارتی عمدتا دلیل تجارت نیست اما در عوض تصامیم سیاسی حزب کمونیست است به همین دلیل باید بسیار محتاطانه به همچون معامله بنگریم ترجیح خواهم داد تا میان بندر هامبورگ و ممکن بندر شانگهای تبادله اسهام داشته باشیم اما چین به شرکت های خارجی اجازه نمیده حتی مالک زیربناهای این کشور باشند مشکلات جیوپولیتیکی آلمان همین موضوع را در هامبورگ منعکس می سازد. آیا چین دوست است یا دشمن؟ در سالهای اخیر تنش روی نحوه برخورد بیجنگ با نفوس مسلمان اویغوری این کشور، سرکوبی حقوق دموکراتیک در هنگ کنگ و گسترش اردو در آبهای جنوب چین افزایش کسب کرده است. لیانا فکس تحلیلگر امور بین‌المللی میگوید که آلمان در میان این معضلات گیر مانده است. اروپا و اتحادی اروپا نمیدانند و کدام جهت حرکت کنند. یک طرف از جانب ایالات متحده زیر فشارند، از طرف دیگر منافع اقتصادیشان و ویژه برای اعضای اتحادیه شدیدند و تجارت با چین وابسته است. بر اساس یک همه پرسیه تازه، رهبری آلمان نمیتواند خواست و نظر مردم را نادیده بگیرد. از مردم آلمان پرسیدیم که تا چی حد آنها تعذیرات علیه چین را حمایت میکنند حتی اگر این اقدام به خاطر مسائل حقوق بشر و نقض حقوق انسانی اقتصادشان را صدمه بزند و اکثریت ها گفتند که آنها از تعذیرات علیه چین حمایت می کنند در قسمت روسیه همچنان آلمان خود را در میان شرق و غرب گیر مانده مینگرد با وجود تهاجم 2014 روسیه بر اوکراین انگلا مرکل صدر آلمان در بخش ساخت لوله گاز نورد استریم دو که قرار است در این ما تکمیل شود و گاز را مستقیما از روسیه به آلمان انتقال دهد گام پیش نهاد باور دارم که نورد استریم دو یک سلاح است اعتقاد من بر این است که اشتباه خواهد بود اگر لوله گاز نورد استریم دو را به مسابقه یک سلاح خطرناک نه تنها برای اوکراین بلکه برای تمام اروپا تلقی نکنیم یالات متحده نیز در مخالفت با این لولای گاز قرار گرفته و تذیرات را بر شرکت های روسیه که در آن دخیلند وضع کرده است. گیرو نیوگی باور استاد علوم سیاسی در پنتون برلین میگوید که پیشبرد امور جهانی برای رهبر آینده آلمان ساده نخواهد بود. دی اکثریت مردم میبینند که آلمان در حال حاضر در وضعیت بحرانی قرار دارد جهانی شدن روان است جنگ در افغانستان درگیری در, در اروپا مسئله تأثیر جهانی شدن بر مشاغل مهاجرت و تغییر اقلیم چه تأثیر خواهد داشت جانشین مرکل یا اینکه از تجارت محدود امور بینالمللی برخوردار خواهد بود یا اینکه هیچ تجربه نخواهد داشت مرکل به دنبال سازش و گفتگو بود جانشین وی چگونه حرکت آلمان را برای رفاه در رقابت های جهانی متعادل نگه می دارد. در حالی که آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا برای یک دوران جدید آماده می شود، جهان از نزدیک نظارگر تحولات این کشور است. قدیر مشرف، تلویزیون آشنا آمریکا، واشنگتن.